سلام بر شما، به خبر 5:30 از 1 خوش آمدید. سرخط خبرها. تعیین هیئت امارت اسلامی برای بررسی تیرباران مهاجران افغان در مرز ایران. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که این هیئت پس از بررسی گزارش خود را به رئیس الوزراء ارائه میکند. لوړ رتبه هیئت ته دنده وسپارله تر څو د دغې موضوع په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او وروستي معلومات د ریاست الوزراء مقام ته شریک کړي. رایزنی رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی با سفیر ترکیه در قطر. سهیل شاهین گفته که در این دیدار درباره روابط دو جانبه افغانستان و ترکیه گفتگو کردند. هر قدر تبادل نظر صورت بگیره به خاطر رشد اقتصادی، هر قدر گفتگو شود به خاطر گسترش روابط تجارتی. افزایش سطح داد و ستد میان ایران و افغانستان. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در جریان 9 ماه اخیر دو کشور به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار صادرات و واردات داشتند. صادرات و واردات افغانستان با کشور ایران در جریان 9 ماه سال 2024 به ارزش 2.194 میلیارد دلار بود. و کشته شدن 147 تن بر اثر انفجار یک تانکر نفت در نایجیریا. مشروع خبرها با من سید عیسی سادات. امارت اسلامی برای بررسی چگونگی تیرباران مهاجران افغان در مرز میان ایران و پاکستان هیئت بلندپایه را موظف کرده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که این هیئت پس از بررسی همه‌جانبه گزارش خود را بر رئیس الوزراء ارائه می‌کند. در همین حال گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان و شهروندان کشور از نهادهای ملی و بین المللی خواستند که عاملان این رویداد را به کیفر برسانند. شرح بیشتر با سید بلال صیاد. گزارش‌هایی از تیراندازی مرزبانان ایرانی به گروه 300 نفری مهاجران افغان در منطقه کلگان، سراوان، سیستان و بلوچستان در مرز میان ایران و پاکستان نشر شد که واکنش‌های بیشمار داخلی و خارجی را برانگیخت. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که ریاست الوزراء به منظور بررسی این حادثه یک هیئت بلندپایه به رهبری محمد ابراهیم صدر، معین امنیتی وزارت امور داخله، مشمول نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی، امور خارجه، سرحدات و قبایل و ریاست استخبارات را گماشته است. حمدالله فطرت میگوید که قرار است این هیئت پس از بررسی گزارشش را بر ریاست الوزراء ارائه کند. محترم ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ د دفاع، بهرنیو چارو او سرحداتو وزارتونو او د استخباراتو د لوی ریاست په ګډون لوړ رتبه هیئت ته دنده وسپارله تر څو د دغې موضوع په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي او وروستي معلومات د ریاست الوزراء مقام ته شریک کړي. کشته شدن مهاجران افغان در مرز ایران واکنش های جهانی را نیز در پی داشته است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از کشته و زخمی شدن شهروندان افغانستان در سراوان خواستار تحقیقات فوری در این مورد شده است. من به گونه جدی نگران گزارش های مربوط به مجروحیت و کشته شدن افغان ها در منطقه مرزی سراوان ایران هستم و از مقام ها می خواهم که به طور شفاف در این زمینه تحقیق کنند. به وضوح نیاز فوری است. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن این حادثه خواهان تحقیق بیدرنگ و روشن ساختن آن از سوی جمهوری اسلامی شده است. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که نهادهای ملی و بین المللی در این مورد باید تحقیق کنند تا مجرمان به جزای اعمالشان برسند. هر فردی، هر گروهی، هر کشوری که این جنایت به حق مهاجرین افغانستان کرده باید جزای خود ببینه. شماری از باشندگان پایتخت نیز از نهادهای زیربط می‌خواهند که این رویداد را به گونه شفاف بررسی و عاملان آن را مجازات کنند. افغانایی را که در مرز ایران کشتن یک عمل بسیار وحشیانه، بسیار و یک عمل بد است. یک کاری چیز انسانی البته هیچ نیست.
ما مسلمان هستیم الحمدلله. دیگه باید امارات اسلامی خواهی شما همی است که باید از پیگیری کنه و بپرسه چرا کار با ما گناه کردن و گناه زیاد چی بوده ای با. این همه در حالی است که نهاد حقوق بشری موسوم به هالوش که بیشتر خبرهای سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد، گزارش داده بود که مرزبانان ایران یکشنبه شب در منطقه مرزی کلگان ولسوالی سراوان ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور به گروهی از پناهجویان افغانستان تیراندازی کردند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی افغانستان در قطر با سفیر ترکیه در آن کشور دیدار کرده است. آقای شاهین در صفحه اکسش نوشته که در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه افغانستان و ترکیه و سایر موضوعها گفتگو کردند. همزمان یکی از آگاهان سیاسی نقش ترکیه را در زمینه تأمین روابط امارات اسلامی با جهان مهم می‌داند. بیشتر با مشعل ایوبی. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با مصطفی گوکسو سفیر ترکیه در آن کشور دیدار و درباره روابط دو جانبه افغانستان و ترکیه گفتگو کرده است. آقای شاهین در اکسش با ابراز این مطلب گفته که در این دیدار در مورد فرصت‌های آموزشی، بهداشت، کشاورزی و سرمایه‌گذاری در افغانستان بحث شده است. همزمان شماری از آگاهان سیاسی ترکیه را از کشورهای مطرح در منطقه دانسته و میگویند که آن کشور میتواند نقش بسزایی در تامین روابط کشورهای منطقه و جهان با امارت اسلامی داشته باشد. ترکیه یکی از ممالک مطرح در این منطقه است که در 20 سال گذشته در افغانستان حضور فیزیکی داشت و ترکیه میتواند تا در تعاملات بین افغانستان و ممالک اروپایی و همچنان همسایه‌ها نقش بسزایی داشته باشه. یکی از آگاهان اقتصادی نیز گفتگوهای مقامهای امارت اسلامی افغانستان با مسئولان کشورهای همسایه و جهان را در راستای پیشرفت کشور سودمند می‌داند. هر قدر تبادل نظر صورت بگیره به خاطر رشد اقتصادی، هر قدر گفتگوها به خاطر گسترش روابط تجارتی، به همو اندازه افغانستان از لحاظ حیثیتی در کشورهای همسایه منطقه و جهان حیثیت خوبتر را کسب میکنه. این در حال است که ترکیه با داشتن روابط خوب با امارت اسلامی مانند کشورهای اسلامی دیگر هنوز حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته است. وزارت صنعت و تجارت از افزایش میزان صادرات و واردات افغانستان و ایران در جریان 9 ماه اخیر خبر داده است. سخنگوی این وزارت میگوید که در این مدت به ارزش بیش از 2.5 میلیارد دلار میان افغانستان و ایران صادرات و واردات صورت گرفته است. ریحان حسن با جزئیات بیشتر. وزارت صنعت و تجارت میگوید که صادرات و واردات افغانستان و ایران در 9 ماه اخیر سال جاری میلادی به ارزش 2 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده است. سخنگوی این وزارت می افزاید که از این میان اقلام صادراتی به ارزش 38 میلیون دلار و اقلام وارداتی به ارزش 2 میلیارد و 156 میلیون دلار بوده است. صادرات و واردات افغانستان با کشور ایران در جریان 9 ماه سال 2024 به ارزش 2 میلیارد و 194 میلیون دلار بوده که از این میان 38 میلیون دلار صادرات و 2 میلیارد و 156 میلیون دلار هم واردات است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت تصریح می‌کند که بیشتر اقلام صادراتی افغانستان به ایران سنگ‌های معدنی، کشمش و انواع نوشابه‌ها بوده است. سر اقلام عمده صادراتی ما به کشور ایران سنگ‌های معدنی، کشمش، شمش سرب، انواع نوشابه‌ها و دانه کنجد بوده و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، مواد خام فابریکات، گاز طبیعی و سمنت می باشد. در همین حال یک آگاه اقتصادی داشتن روابط اقتصادی افغانستان با دیگر کشورها به ویژه ایران را به سود اقتصاد کشور می داند. داشتن روابط درست اقتصادی و استراتژیک با کشورهای همسایه و منطقه بخصوص کشور ایران میتونه به سود اقتصاد افغانستان تمام شود، چون افغانستان میتونه از مزیت بندر چابهار هم مستفید شود و با آبهای آزاد وصل شود و کالاهای خود به سایر کشورها و حتی حوزه خلیج فارس به راحتی صادر کنه.
این در حال است که محمد علی امیر فخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی خراسان ایران، افغانستان را مقصد نخست کالاهای صادراتی خراسان رضوی دانست و افزود که در نیمه نخست سال جاری بیش از 360 میلیون دلار کالا از آن ولایت به افغانستان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 32% افزایش را نشان می‌دهد. سخنگوی وزارت داخله در گفتگو با تلویزیون یک میگوید که زنان زیاده در بخش‌های گوناگون وزارت داخله مصروف کارند و بخش بزرگی از کارمندان پیشین این وزارت هم اکنون نیز در این وزارت کار میکنند. عبدالمتین قانی می‌افزاید که جرم‌های جنایی در مقایسه با سال گذشته در کشور 30% کاهش یافته و برای مبارزه با این پدیده این وزارت برنامه‌هایی را عملی خواهد کرد. صدف یارمل گزارش می‌دهد. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله در گفتگو با تلویزیون یک میگوید که زنان زیادی در چهارچوب وزارت داخله در بخش‌های امنیتی، جرایم، مرزی و خدماتی مصروف کارند و در مجموع شمار زنانی که در این وزارت کار میکنند به 1995 تن میرسد. نیاز جامعه هست. ما طبق نیازمندی های وزارت امور داخله مکنون پلیسی زن و اوناسیا در خدمت هستند، هم در بخش‌های امنیتی، هم در بخش‌های جرایم، هم در بخش‌های سرحدی، هم در بخش‌های خدماتی پلیس ترافیک و مثلا پاسپورت و دیگر خدمات مرکز خدمات عامه هستند. یعنی در حدود دقیقاً شمارشان 1995 مکنون پلیسی اوناسیا در وزارت داخله کار می‌کنند. آقای قانی می‌افزاید که بخش بزرگی از کارمندان پیشین در وزارت داخله کار می‌کنند و امارت اسلامی حتی یک کارمند پیشین این وزارت را برکنار نکرده است. وی خاطر نشان می‌سازد که همکنون نزدیک به 250 هزار پلیس منظم و مسلکی تشکیل شده و کارمندان پیشین با آموزش مسلکی پلیس می‌پردازند. در چکات وزارت داخله خصوصاً تا امروز ما شاهدی منفک شدن یک فردشان هم نیستیم. کلشان در بخش‌های مسلکی، در بخش‌های تخصصی مصروف خدمت هستند. برادر ما هستند، ما حمایتشان میکنیم. شخص جناب خلیفه صفوی رحمه الله در حمایت همه مردم هستند و خصوص به اینا خیلی تمرکز زیاد کرده و امارت اسلامی افغانستان هیچ مشکلی با کارمندای قبلی نداره. سخنگوی وزارت داخله تاکید میکند که جرم‌های جنایی در مقایسه با سال گذشته 30% کاهش یافته و در عموم به صفر رسیده است. او می‌افزاید که برای مبارزه با جرم‌های جنایی و سازمان یافته برنامه‌های مدرن و معیاری را در دستور کار دارند. نتیجه جرم می‌گیم که اگر مقایسه با جمهوریت و اداره قبلی شود یعنی بیش از 10,000 تفاوت را شما در سال می‌بینید. بیش از 10,000 تفاوت کاهش داشته. ولی این سال که ما کدام تشریح دستاورده وزارت را برای ملت حسابدهی داشتیم، الحمدلله 30% کاهش جرایم نسبت به سال گذشته بود. سخنگوی وزارت داخله در بخش سخنانش یکی از دستاوردهای عمده وزارت داخله را تطبیق راهبرد 4 سالی در از مدت امارت اسلامی در بخش‌های امنیتی، جنایی، خدمات، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌داند. وی تاکید می‌کند که همکنون فساد به صفر رسیده و یک مورد اختطاف نیز در کشور وجود ندارد. بلال امرا بیرال مستشار سفارت ترکیه در گرامی داشت از روز فرهنگ مردم ترکیه پشتیبانی از آموزش افغانان را از اهداف خاصشان دانسته و گفته که در این زمینه همکاری همجانبه می کنند. همزمان معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که ترکیه در بخش مذهبی و فرهنگی دارای مشترکات زیادی با افغانها است و از ترکیه خواست تا در بخش آموزش و فناوری با افغانستان همکاری کند. بیشتر با احمد شاه غفاری. از روز فرهنگ مردم ترکیه در کابل گرامی داشت شد. بلال امرا بیرال مستشار سفارت ترکیه گفت که ترکیه افغانستان را در بخش‌های فرهنگی، امنیت و ثبات حمایت کرده است. با گفته او هدف نهادهای بنیاد ترکیه که در ولایت‌های گوناگون افغانستان فعالیت دارند، آموزش جوانان افغان است. ترکیه همواره افغانستان را در بخش‌های فرهنگی، امنیت و ثبات حمایت کرده است. نهادهای ما که در ولایت‌های این کشور فعالیت دارند، تنها هدف آنان تربیت و تعلیم افغان‌ها می باشد. همزمان محمد یونس راشد معین امور جوانان میگوید که امارت اسلامی همواره از ترکیه در بخش‌های گوناگون حمایت کرده است. آقای راشد از ترکیه می‌خواهد تا در بخش آموزش و فناوری با امارت اسلامی همکاری کنند. دا د خپلو همکاریو او د خپلو اقتصادي، تعلیمي، تحصیلي او په نورو برخو کې
دغه نوې اسلامي جوړسوي نظام د افغانستان اسلامي امارت تقویه کړي. د افغانستان د اسلامي امارت په تقویه سره د دواړو ورونو هیوادونو بلکې د ټولو مسلمان هیوادونو او د افغانستان اړیکې لا پیاوړي کیږي، ځکه افغانستان الحمدلله اوس د یو پیاوړي شرعي نظام خاوند دی. الحمدلله په افغانستان کې سرتاسری امنیت قائم دی. این در حال است که مسئولان کشور ترکیه می افزایند که بنیاد معارف آن کشور در افغانستان تمام مشترکای این دو کشور را در افغانستان و ترکیه زنده نگه داشتند. یک شرکت خصوصی از گشایش یک بازار و فروش اجناس آن به گونه اقساط در کابل خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند که با گشایش این بازار شهروندان کشور می‌توانند مواد خوراکی، پوشاک، لوازم بهداشتی و وسایل خانه را به گونه اقساط خریداری کنند. با این حال شماره از پایتخت نشینان از گشایش این بازار ابراز خرسندی کرده و ایجاد چنین بازارها را برای همکاری با شهروندان مهم می‌داند. شرح بیشتر با اسماعیل سادات. اینجا در شهر کابل یک شرکت خصوصی از گشایش یک بازار و فروش اجناس به گونه اقساط خبر می‌دهد. مسئولان این شرکت می‌گویند که با گشایش این بازار شهروندان کشور می‌توانند مواد خوراکی، پوشاک، لوازم بهداشتی و وسایل خانه را به گونه اقساط خریداری کنند. آنان هدف از ایجاد این بازار را حل چالش‌های اقتصادی شهروندان کشور می‌گویند. ما پس امی اقداماتی را که در اینجا بر جامعه خود پیشکش میکنیم، مخصوصا بر کارمندای دولت، ادارات خصوصی و بخش و سکتورهای خصوصی که کارمندای خود بر ما معرفی میکنند، در قدم نخست اولین خدمتی را که بر اینا ما پیشکش میکنیم، ما عرضی خدمات اقتصادی و لوجستیکی را به شکل اقساط برشان پیشکش میکنیم. معاون عملیاتی این شرکت افزوده که این شرکت در آینده های نزدیک در هماهنگی با شهرداری کابل 250 غرفه در نواحی مختلف شهر کابل خواهد ساخت. به گفته وی این شرکت برای نزدیک به 1000 نفر زمینه کار را نیز فراهم خواهد کرد. تأسیس 250 غرفه استاندارد در ساعات مختلف شهر کابل که شهروالی کابل هم در این عرصه چراغ سبز نشان دادند. همزمان با این مشاور اقتصادی اتحادیه بازرگانان کشور، این اقدام را یگانه راه همکاری و حل مشکلات شهروندان کشور دانسته و میگوید که این اتحادیه در زمینه رشد اقتصاد کشور با بازرگانان همکار است. این ارزان بازار یگانه راه پیشرفت برای خدمات و همو برنامه ریزی برای خصوصا کارمند دولتی که واقعا در این شرایط همه به این نیازمند هستند، خصوصا کسایی که یک معاش کمی میگیرند یا نیازمندی اولویه خانواده یا همون کار خود را نمیتونند، میتونند از این برنامه استفاده کنند و تمام مشکلات و چالش هایشان انشاءالله حل میکنند. با این حال پایتخت نشینان از گشایش این بازار ابراز خرسندی کرده و ایجاد چنین بازارها را در حل چالش‌های اقتصادی کشور مهم می‌دانند. ایجاد این بازار بسیار زیاد بر مردم خوب است، افتخار ماستند که ایجاد کردن تو برنامه‌های را شد بهتر و بهترتر بسازند. این پروسه‌ای است که یک پروسه ملی است و پروسه‌ای است که هم مردم بی‌وضاحت از این مستفید میشن و هم نفع برای تاجر کشور ما هست. مردم سر کار میشن، مردم سر یک ماش میشن، به حساب فامیلا بسیار خوب است. مسئولان این شرکت خصوصی همچنان وعده سپردند که نمایشگاه‌های دائمی را به منظور رشد اقتصاد کشور را اندازی خواهند کرد. آنان از سرمایه گذاران کشور همچنان خواستند تا در ایجاد فرصت‌های کاری به شهروندان کشور تلاش ورزند. یک سالگی جریان ادبی نشتر با حضور شاعران و فرهنگیان پکتیا در شهرداری گردیز برگزار شد. شماره از فرهنگیان نیز برگزاری این گونه نشست‌های ادبی را در افغانستان نیاز می‌دانند و می‌گویند که اکنون زمان آن است که شهروندان با قلم مبارزه کنند. جریان ادبی نشتر که یک سال پیش از سوی جوانان قلم به دست پکتیا بنا نهاده شد، اکنون با حضور مسئولان محلی پکتیا، شاعران و فرهنگیان و جوانان علم دوست این ولایت، یک سالگیش را با برگزاری محفلی در تالار شهرداری گردیز گرامی داشت می کند. پکتیا ولایت ادبپال از ځوانان په دې وتوانېدل چې د نښتر ادبي بهیر په نوم بهیر رامنځته کړي. یاد بهیر په لومړي ځل چې په څمکنیو ولسوالۍ کې یوه ستره پرتمینه غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې یوه فعاله کمیټه او ورسره یوه شانداره مشاعره هم ترسره کړه.
در همین حال نویسندگان و شاعران این گونه فعالیت ها را در عصر کنونی ضروری پنداشته و میگویند که حالا زمان مبارزه با قلم است. چه انقلابونه په توره ګټل کیږي خو ساتل کیږي په قلم باندې، نو دوی به د قلم په ذریعه باندې ثابتوي چې زمونږ دغه انقلاب چې په قربانیو باندې رامنځته سو په سترو سترو اهدافو لپاره بیلابیل تکالیف تیر سول، د دغې د ساتلو لپاره به دغه خوځنده قلم له همدغه بهیر نه انشاءالله پیل کیږي. په دې فرهنګي مبارزه کې څومره زمونږ دا ژبه ورځ تر بلې سوچه کیږي او معیاری کیگی، ستاندر کیگی، او سمرا زمون نظمی او نصری هغا پر مختق روانده. روسی سرو لخکرو پر ولانده، همدارنگا دا امریکایی سرو لخکرو پر ولانده، و کامیابه سر مقدس جهاد پای تاور سوی او دا توری میدان وگدی. و دی اثر کی مونگ دی تا هم اڑیو چی باید دا کلم میدان مهم گتلیم. عالمان دین جریان های ادبی را در جامعه برای افراد سودمند می دانند. شل کالا، سلویخ کالا، ای فکری استعمار و دشغال لاندی وی، فکری پا هر برخاکی دی هواد پا خلاف روزل شوی وی، ای دغس خلق در غول و دی پارا، دغس معنوی رختنون و تضرورت دی. مقام های محلی پکتیا نیز از همکاری همه جانبه با نهادهای آموزشی اطمینان می دهند. انشاءالله هر نوع مرسته دوی بی مالی دی قلم دی زبی دی دوی دی نفسی زلو ورکولو او یا دی دوی دی حمایی انشاءالله مگسل پسل و سرامکاریو. گفتنی است که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، جوانان در این ولایت همواره خواستار حمایت از سوی حکومت سرپرست در راستای برابر کردن زمینی بهتر و بیشتر آموزش در پکتیا‌اند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که یک موتر نوع بس در داخل کشور تولید شده و به منظور خدمات شهری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. او افزوده است که این موتر از تولیدات داخلی است و مراسم افتتاح آن به زودی برگزار خواهد شد. داد افغانستان خپل تولید ده، په کور دننه ډیزاین او د جوړیدو ټولې چارې بشپړې شوی دي. افغانستان پلان لري په هیواد کې دننه د موټرونو جوړولو صنعت پیل او پراختیا ورکړي چې دغه یوه کامیابه لومړنۍ تجربه وه، دغه بس موټر ماډل بشپړ شو. در اخیر هم چند خبر کوتاه از جهان. مقام های نایجیریا اعلام کردند که بر اثر انفجار یک تانکر نفت در شمال غرب آن کشور دست کم 147 تن جان باختند. به گفته سخنگوی پلیس نایجیریا، این تانکر پس از آنکه راننده کنترل موتر را از دست داد دچار حادثه و آتش سوزی نیز شد. امریکا موازی حوثی های یمن را با بمب افکن های رادارگریز بیدو در آن کشور هدف قرار داده است. بر اساس گفته های مقام های امریکایی، بمب افکن های رادارگریز بیدوی امریکا به انبار اسلحه و تاسیسات زیرزمینی حوثی ها در یمن برخورد کرده است. و گفته وزیر دفاع امریکا، این حمله ها توانایی امریکا را برای هدف قرار دادن تاسیسات زیرزمینی فارغ از این که هدف در چه عمق در زمین باشد و چقدر از آنها محافظت شود نشان می دهد. این نخستین بار است که امریکا با استفاده از این بمب افغان ها به حوثی های یمن در یک سال پسین حمله می کند. مقام های امنیتی خیبر پختونخوا می گویند که 4 مامور پلیس مشمول یک افسر در انفجار ماین کنار جاده در منطقه بونیر این ایالت زخمی شدند. سخنگوی پلیس این منطقه گفته که یک موتر پلیس هنگام کشت زنی هدف این انفجار قرار گرفت. این دومین حمله بر نیروهای پلیس در یک هفته اخیر در خیبر پختونخوا است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی در پارلمان آن کشور طرح را زیر نام طرح پیروزی به هدف تقویت موضع آن کشور به شکلی که برای پایان جنگ با روسیه کافی باشد به اعضای پارلمان اوکراین ارائه کرده است. او در این سخنرانی گفت که این طرح می تواند جنگ را سال آینده به پایان برساند. وی در این سخنرانی از چین، ایران و کره شمالی به خاطر کمک به روسیه نیز انتقاد کرد. این در حال است که جنگ اوکراین در فوریه 2022 با حمله تمام عیار روسیه به آن کشور آغاز شد و تا کنون نیز ادامه دارد.
در حمله های هوایی جنگنده های روسیه به حومه ادلب در شمال غرب سوریه دست کم 10 تن مشمول یک کودک کشته شدند و 30 نفر از جمله 14 کودک زخم برداشتند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده های روسیه 28 بار به حومه ادلب و تپه های کبانه در نزدیکی لازقیه حمله کردند. پایان مجمع خبری 5:30 از یک. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی یک باشید. بقیه وقت بر شما خوش. شب و روز بخیر. خدا نگهدار.